تهدید تروریستی روحانی مبنی بر بستن تنگه هرمز نه تنها به مزاق پاسداران و دلواپسان خیلی خوش اومده و روحانی رو به این خاطر حلوا حلوا میکنن، بلکه حتی بعضی از مهرها و رسانه‌های باند روحانی هم او رو تشویق میکنن و درباره هماهنگی دو باند خیلی شعر و شعار سر میدن. مثلا دیروز روزنامه آرمان متعلق به همین جماعت اصلاح طلب به نقل از حسام الدین آشنا مشاور روحانی نوشته بود که نامه سردار به رئیس جمهور مهمترین سند هماهنگی مطلق نیروی نظامی و مدیریت سیاسی کشور تحت زعامت ولایت امر برای هر سیاستی است که مصلحت نظام اسلامی باشد. بله، این همروایی نشون میده که لاف و گزاف بی‌محل روحانی مانوری با تبانی دوبان بوده، اما وقتی همین مانور در دنیا به عنوان سرشت تروریستی تمامیت رژیم و همه باندهای اون منعکس شد، گروهی از مهرهای رژیم ترسیدن و در صدد توجیه و رفع رجوع این مسئله برآمدند. گزارشی که الان از نظرتون میگذره گزیده ایست از بازتاب لاف و گزاف روحانی در درون رژیم. یکی از مقامات آمریکایی چند پیش گفته بود که ما سخت‌ترین تحریم رو نسبت به ایران می‌خوایم اعمال کنیم، یا حتی یکی از اونها گفته بود ما می‌خوایم نذاریم اصلاً ایران نفت صادر کنه. البته حالا قاعدتاً اون معنی این حرف رو خیلی نمیتونه تحلیل بکنه، این حرف میزنه نفت اینو رو نمیذاریم صادر کنه که معنیش اینه که نفت کل منطقه صادر نمیشه. مگر امکان پذیره نفت ایران صادر نشه نفت منطقه صادر بشه؟ معنیش اگه بفهمه معنیش روشنه چی میگه. قاعدتا نمیفهمه این حرفی که میزنه، میگه من نمیذارم ایران یک قطره نفت صادر کنه. خلو خلو. اگه شما تونستید این کار رو بکنید و نتیجهش رو ببینید چی هست. سردار سلیمانی در پیامی خطاب به رئیس جمهور نوشت آنچه از فرمایشات حضرت عالی در رسانه ها منعکس شد مبنی بر این که اگر نفت جمهوری اسلامی ایران صادر نشود تضمینی برای صدور نفت کل منطقه نمی باشد و با بیانات بسیار ارزشمندی که در موضع جمهوری اسلامی ایران نسبت به رژیم صهیونیستی فرمودید مایه مباهات و افتخار است. حقیر به عنوان سرباز ولایت و این ملت سرفراز و با همه جان به حضور جناب عالی عرض می کنم این همان دکتر روحانی است که ما شناخت داشتیم و می داریم و می بایست باشد. شما با سخنان حکیمانه، ارزشمند و قدرتمندانه خودتان رهبر عزیز ملت بزرگوار ایران اسلامی و مسلمانان جهان را سرفراز نمودید. دست شما را برای ایراد این سخنان به موقع حکیمانه و صحیح می بوسیم و برای هر سیاستی که مصلحت نظام اسلامی باشد در خدمت هستیم. پاسدار جعفری، سرکرده سپاه پاسداران، 14 تیر. یقینا در شرایط محتمل با عملی شدن مواضع اخیر مسئولین اجرایی کشور که در حال پیش گرفتن رویکرد و نگاه انقلابی در صحنه نبرد امروز با دشمن به ویژه آمریکای مکار و جنایتکار هستند، می توان به دشمنان فهمان که استفاده از تنگه هرمز برای همه و یا برای هیچ کس چه معنا و مفهومی می تواند داشته باشد. پاسدار کوثری، جانشین قرارگاه سارالله تهران، 14 تیر. اجازه خروج نفت از تنگه هرمز را نمی دهیم. تهدید رئیس جمهور آمریکا در چند روز گذشته مبنی بر جلوگیری از صادرات حتی یک قطره از نفت ایران به سایر کشورها نیازمند موضع سریع و هوشمندانه از جانب ایران بود که خوشبختانه رئیس جمهور محترم در این زمینه بسیار بیان و موضع خوبی داشتند. عبدالرضا فرجی راد، دیپلمات سابق رژیم، 14 تیر. منظور آقای روحانی از اینکه گفتند اگر ایران نتواند نفت بفروشد دیگران هم نمیتوانند این کار را بکنند بستن تنگه هرمز نیست، بلکه این است که ایران گزینه‌هایی در دست دارد که میتواند ضمن حفظ منافع ایران به سازوکار فروش نفت توسط دیگران ضربه بزند.
مثلا چندی پیش معاون اول رئیس جمهور پیشنهاد داد که نفت در بورس به فروش برسد که بر روند کار اوپک اثرگذار خواهد بود و موجب می شود که فروش نفت ایران قطع نشود. فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت مجلس ارتجاع 14 تیر. منظور رئیس جمهور از تهدید نفتی بستن تنگه هرمز نبود. منظور رئیس جمهور بستن تنگه هرمز نیست، چرا که این موضوع تحت مقررات بین المللی بوده و باید رعایت شود. رئیس جمهور اظهار داشت که اگر قرار باشد ایران نفت صادر نکند، یعنی شرایط بحرانی حاکم شده و هیچ کشوری نباید اقدام به صدور نفت کند. منظور رئیس جمهور این است که اگر قرار باشد بر اساس اراده ها قوانین بین المللی برهم بخورد، باید برای همه باشد. مهدی مطهرنیا، کارشناس رژیم 14 تیر. به احتمال زیاد تهدیدی است از سوی ایران برای بستن تنگه هرمز که با ایجاد مانع برای سایر کشورهای منطقه از صادرات نفت آنها نیز جلوگیری شود. فراموش نکنیم که در برهه کنونی نفت دیگر کالای استراتژیک محسوب نمی شود و آمریکا نیز مانند گذشته نیازمند نفت خاورمیانه نیست، چرا که هم تولید نفت خود را افزایش داده و هم بازارهای دیگری را برای خرید نفت برگزیده است. در نتیجه ایران با این تهدید بیشتر رقبای ایالات متحده را تحت فشار قرار می دهد.